سلام، به کانال نیایش خوش اومدید. امروز میخواییم از مشاغلی که برای زنان حرام است بهتون بگیم. اگه عضو کانال نیستید، حتما عضو بشین و به دوستاتون هم معرفی کنید. ممنون از اینکه با لایک و سابسکرایب کردن از ما حمایت میکنید. در اسلام کار کردن زن مشکلی ندارد، اما نباید در آن گناه انجام شود و یا باعث گناه شود. در این صورت کار کردن زن به این صورت حرام است. با توجه به شرایط شغل، حرام و حلال بودن شغل مشخص می شود. برخی مشاغل هستند که تأثیر حرامی در جامعه دارند، یعنی باعث ایجاد فساد می شوند، مانند فروش شراب یا آلات قمار. چون مشروبات الکلی و آلات قمار در فقه اسلامی حرام هستند، طبیعتاً شغل هایی که از موارد حرام درآمدزایی می کنند نیز حرام محسوب می شوند. یعنی شغل های حرام بر اساس مصداق هایی که در روایات یا احکام داریم حرام محسوب می شوند. در شرع مقدس تأمین نیازهای اقتصادی بر عهده مردان است و زن مکلف به تأمین هیچ یک از مخارج زندگی نیست و می تواند در قبال شیردهی و بچه داری نیز مطالبه حق کند. این جایگاهی است که خداوند برای زن در نظر گرفته و او را از مسئولیت های اقتصاد در برابر خانواده معاف نموده و شغل خانه‌داری را برای او عبادتی بزرگ و شایسته دانسته است. حضرت علی علیه السلام می فرمایند جهاد زن خوب شوهرداری کردن است. یکی از برترین عبادات نزد پروردگار اشتغال به کسب و کار حلال است و چنین پاسبانی حبیب خدا نام می گیرند و در نقطه مقابل اشتغال به کسب حرام ممنوع و باطل است و مرتکبین آن محارب با خدا نامیده می شود، مانند افراد رباخار که در قرآن نامیده می شود. خوانندگی زنان یکی از مشاغلی است که اسلام آن را حرام اعلام کرده. فقها ها درباره غنا اختلاف نظر دارند. برخی از آنها مانند محدث کاشانی و آخوند خراسانی غنا را به طور مطلق حرام نمی دانند و حرام بودن آنها را به شرط که آوازخوانی در مجالس مختلف زن و مرد و یا سرگرمی های لهو می دانند. اما محقق بهرانی این توجیه را درباره حرمت غنا توهم بیش نمی داند و آن را نمی پذیرد. بر اساس نظر مشهور فقها همانطور که غنا حرام است، درآمد حاصل از آن نیز برای آواز خواندن زن حرام می باشد، مگر اینکه خوانندگی زن برای شب عروسی باشد و با کارهای حرام دیگر مانند وارد شدن مرد در مجلس عروسی، دروغ گفتن و یا تار زدن همراه نباشد. در این صورت شغل و درآمد زن خواننده حلال است. آرایشگری. درآمد آرایشگری زمانی حرام می شود که آرایشگران عیبهای فردی را بپوشانند تا او زیباتر شود. این زمینه ای باشد که او با فردی ازدواج کند. بنابراین این درآمد حرام است. اما اگر آرایشگر نداند که آن زن چه فکری در سر دارد، درآمد آن حلال است. یکی دیگر از کارهایی که درآمد آرایشگران را حرام می کند، تبرج است. تبرج به معنای خودنمایی است. اگر آرایشگری زنی را به طور تبرج آرایش کند، این کار حرام است و درآمد آن نیز حرام است. بهتر است آرایشگر برای دریافت دستمزد خود قیمت نگذارد و باید هرچه مشتری داد قبول کند. مستحب است آرایشگر مبلغ بیش از حق خود را طلب نکند. شغل هایی که باعث گناه می شود و یا مواد حرام در آن شغل به فروش می رسد، برای زن و مرد حرام می باشد. شغل هایی که با روحیات زن مناسب نیست، جایز نیست. حال به پرسش و پاسخ هایی نیز درباره شغل های زنان اشاره می کنیم. آیا داشتن شغل و فعالیت اقتصادی برای زنان جایز است؟ آیا زنان می توانند از طریق درآمد شغلشان نیازهای مادیشان را برطرف کنند؟ بر اساس پاسخ آیت الله سیستانی آمده است، با حفظ حدود شرعی جایز است و می تواند. پرسش دیگر این است که
اگر زن و مرد نامحرمی در یک مکان اشتغال کار داشته باشند و مرد با رفتار خود زمینه گناه را فراهم کند، حتی گاهی با عمل خود زن را مجبور به گناه کند، مانند آن که دست او را بگیرد، با توجه به اینکه آن زن به درآمد آن شغل نیاز دارد، به لحاظ شرعی حکم قضیه چیست و آیا باید آن را ترک کند؟ پاسخ این است که در فرض سؤال چنانچه نهی از منکر مؤثر نباشد، زن باید آن شغل را ترک کند و در کسب روزی به خداوند متعال توکل کند. از نظر آیت الله خامنه ای، در صورتی که موجب ارتکاب گناه شود، حضور در مکان مذکور جایز نیست. از نظر آیت الله سیستانی، باید آن محل را فوراً ترک کند و باقی ماندن در آنجا حرام است. از نظر آیت الله صافی گلپایگانی، اگر نهی از منکر مؤثر نباشد، زن باید شغل مذکور را ترک کند و به خداوند متعال توکل کند و روزی دهنده حلال خداوند است. از نظر آیت الله مکارم شیرازی، چنانچه راهی جهت امر به معروف و نهی از منکر نداشته باشد، اشتغال او در چنین فضایی جایز نیست. از نظر آیت الله نوری همدانی، چنانچه خوف واقع در گناه باشد، لازم است محل مذکور را ترک کند. از نظر آیت الله هدوی تهرانی، بر زن لازم است این شغل را ترک کند.